بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. با سلام و درود به شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در این دوران سخت و بحرانی حتی الامکان در صلح و آرامش باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و خوشحالم که پس از مدتی یه بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. رایتینگ، نوشتن، نوشتاری، نگارش. دانش آموزان عزیز، ما 4 مهارت داریم در یادگیری زبان خارجی که یکی دیگه ای از اون مهارت ها مهارت رایتینگ هستش. How to write، چطور بنویسیم، نگارش. Simple sentences، جملات ساده. In English, every simple sentence must have at least a subject and a verb. در انگلیسی هر جمله ساده باید حداقل یک فاعل و یک فعل داشته باشد. پس جمله ساده به جمله‌ای گفته میشه که حداقل یک فاعل و یک فعل داشته باشه. Such a sentence is called a simple sentence. چنین جمله‌ای جمله ساده نامیده می‌شود. Who or what the sentence speaks about is called the subject. کسی یا چیزی که جمله در مورد آن صحبت می کند فاعل نامیده می شود. پس فاعل چیه؟ فاعل کسی یا چیزیه که جمله در مورد آن صحبت می کنه. What the sentence says about the subject is called the verb. چیزی که جمله در مورد فاعل می گوید فعل نامیده می شود. پس فعل اون چیزیه که جمله راجع به فاعل می گه. In the following sentences, در جملات زیر, the subject is underlined once and the verb twice. در جملات زیر میگه فاعل زیرش یه خط کشیده شده و فعل 2 زیر فاعل یه خط کشیدن، زیر فعل 2. ماهان is sleeping. ماهان خوابیده. ماهان فاعله، یه خط زیرش کشیده، is sleeping. خوابیده، فعل 2 زیرش کشیده. فاعل چیه؟ فاعل کسی یا چیزیه که جمله در موردش صحبت میکنه. اینجا جمله داره راجع به ماهان صحبت میکنه. ماهان فاعل معمولا در ابتدای جمله میاد. فعل در زبان انگلیسی بعد از فاعل میاد. معمولاً ماهان is sleeping. ماهان خوابیده. The bird does not sing. این پرنده آواز نمیخواند. The bird میشه فاعل. Does not sing میشه فعل. جمله ساده متشکل از فاعل و فعل. The bird does not sing. The apple fell down. سیب افتاد. The apple فاعل، fell down فعل، سیب افتاد. The teacher is hard working. این معلم سخت کوشه. The teacher is hard working. این معلم سخت کوشه. The teacher فاعل، is فعل، hard working صفت. بعد از فعل ربطی صفت میاد. A hard working teacher، یک معلم سخت کوش. One, to find a subject, ask who or what the sentence is about. میگه به منظور پیدا کردن فاعل بپرسید جمله در مورد چه کسی یا چه چیزی است.
Your answer is the subject. پاسختان فاعل است. پس اگه ما بخوایم بفهمیم که فاعل جمله کیه، خب میپرسیم که چه کسی یا چه چیزی جمله راجع به اون صحبت کرده. Who is the first sentence about؟ ماهان گفته جمله اول راجع به کیه؟ ماهان. جمله اول در مورد چه کسی است؟ ماهان. پس ماهان میشه فاعل جمله. What is the second sentence about؟ The bird. جمله دوم در مورد چه چیزی است؟ پرنده. What is the third sentence about؟ The apple. جمله سوم در مورد چه چیزی است؟ سیب. Who is the fourth sentence about؟ The teacher. جمله چهارم در مورد چه کسی است؟ The teacher، معلم. چه کسی را یا چه چیزی را رو، چه کسی یا چه چیزی رو میپرسیم و فاعل جمله مشخص میشه. هینت، تذکر. Remember that the subject of a sentence is a noun. Any person, place or thing or a pronoun. گفته به یاد داشته باشید فاعل جمله اسم، شخص، مکان یا شی or a pronoun یا یک ضمیر است. A pronoun is simply a word like I, we, he, she, it, you or they used in place of a noun. میگه ضمیر در حقیقت یک کلمه است مثل من، ما، او، دختر، او، پسر، این، شما یا تو یا آنها که به جای اسم استفاده می شود. خب ما میگیم چی؟ ما میگیم ضمیر کلمه است که به جای اسم می نشیند، به جای اسم به کار برده می شه. اینم یه اشاره ای بود که تذکر داده کتاب. To find a verb, ask what the sentence says about the subject. گفته به منظور پیدا کردن فعل بپرسید جمله در مورد فاعل چه میگوید. What does the first sentence say about Mohan? Mohan is sleeping. جمله اول در مورد ماهان چه میگوید؟ ماهان خوابیده. پس is sleeping فعله. What does the second sentence say about the bird? The bird does not sing. میگه جمله دوم در مورد پرنده چه میگوید؟ پرنده آواز نمیخواند. Does not sing فعل میشه. What does the third sentence say about the apple? جمله سوم در مورد سیب چه میگوید؟ The apple fell down. سیب افتاد. Fell down فعل میشه. What does the fourth sentence say about the teacher? جمله چهارم در مورد معلم چه میگوید؟ The teacher is hard working. Is معلم سخت کوش است. Is فعل میشه. Hint یه تذکر دیگه. As you see, a sentence begins with a capital letter and ends with a period. همانطور که می‌بینید یک جمله با حرف بزرگ آغاز می‌شود و با نقطه پایان می‌یابد. بله. همانطور که می‌بینید یک جمله با حرف بزرگ شروع میشه و با نقطه پایان می‌یابد. جمله خبری. حرف بزرگ، نقطه. حرف بزرگ، نقطه. حرف بزرگ نقطه. دقت داشته باشید در زبان انگلیسی capitalization یعنی اینکه کجا با حرف بزرگ بنویسیم، اسامی خاص همیشه با حروف بزرگ نوشته میشن. جمله، پس جمله با حرف بزرگ شروع میشه و با نقطه خاتمه پیدا میکنه.
A گفته read each group of words. هر گروه از کلمات را بخونید. Do these words make a sentence? میگه این کلمات یک جمله میسازند؟ آیا این کلمات یک جمله میسازند؟ If yes, write them again with a capital letter and a period. اگر بله، آنها را دوباره با یک حرف بزرگ و نقطه بنویسید. خب، جمله چیه؟ Simple sentence. جمله هر جمله ای شامل فاعل و فعله. ما باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم جمله هستند یا نه. اگر که جمله بودند اونا رو دوباره از نو می نویسیم. گفتیم که هر جمله ای با حرف بزرگ شروع میشه و با یک پیرید نقطه پایان میابه. Studying in the library. Studying in the library. مطالعه کردن در کتابخانه. خب این جمله نیست. She left. بله. She فاعل هستش. Left. فعله. او خندید. دقت داشته باشید دوستان. در این جمله، در جمله اول ما فاعل نداریم. پس نمیتونیم بگیم که این جمله است. حالا اگر قبلش میومد He is studying in the library. بله درست بود. جمله کامل بود. فاعل رو داشتیم. She left. She با حرف بزرگ. Left. آخر جمله نقطه. او خندید. Suitable for both boys and girls. مناسب برای هم پسر و هم دختر. هم پسر و هم دختر. خب در جمله سوم هم فاعل و فعل نداریم. پس نمیتونیم جمله بسازیم. نه فاعل داریم نه فعل. ارکان اصلی جمله ساده فاعل و فعل هستند. The lion died. شیر مرد. The lion. ده با حرف بزرگ. The lion فاعل. Died فعل. نقطه. جمله هستش. The tree will fall down. The tree با حرف بزرگ. ده با حرف بزرگ. The tree درخت. Will fall down. خواهد افتاد. نقطه. فاعل فعل. Will fall down فعل. The baby with her small hands. کودک با دستان کوچکش. خب در این جمله ما فعل نداریم پس نمیتونیم جمله بسازیم چون فعل نداریم. فقط فاعله. The baby with her small hands. کودک با دستای کوچیکش. It is very good for children. It فاعل با حرف بزرگ می نویسیم. آخر جمله نقطه می زاریم. Is میشه فعل. این خیلی خوبه برای بچه ها. این برای بچه ها خیلی خوبه. A beautiful lake in the forest. یک دریاچه زیبا در وسط جنگل. که در این جمله آخر هم فعل نداریم پس نمیتونیم جمله بسازیم. A beautiful lake in the forest. پایان صفحه 40. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ابوذر حسنوند عموزاده.